مسئله اول انتخابات هست که استارت مرحله اولش زده شد، نامنویسی ها صورت گرفت و امیدواریم مراحل دیگر هم با موفقیت انجام بشه. برخی از حرفهای راجب انتخابات رو به یاری خداوند در این خطبه و برخی دیگر رو در دو خطبه آینده که انشاءالله شرفیاب حضورتون میشیم تقدیم میکنیم. حضور در انتخابات هم حق هم تکلیف، اما حق در کشوری که سالیان طولانی کمترین ارزشی برای مردم قائل نبودند، به برکت پیروزی انقلاب این وضعیت پیش آمده که مردم سرنوشت ساز باشند و تمام مسئولانشون رو بی استثنا خودشون انتخاب کنند. این پدیده بسیار بزرگی است. اونا که تاریخ خوانده باشند و تحقیر شاهان را نسبت به ملت بزرگ ایران دیده باشند اینو لمس میکنند. تمام مسئولان یا با واسطه یا بی واسطه، اولین شخص این کشور که رهبری است توسط مردم انتخاب میشه، مردم خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان رهبر، باقی مسئولین رو باز مردم مستقیما انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو در حقیقت مردم انتخاب میکنن، رئیس مجلس رو نمایندگان مردم انتخاب میکنند، رئیس قوه قضاییه را رهبری انتخاب میکند که علاوه بر آن که مشروعیت الهی دارند مردم انتخابش کردند. این یک نعمت بزرگی است، یک فرصتی ارزشمند است که بیان حقشون را اعمال کنند. از طرفی تکلیف هم هست، به تعبیر امام راحل عظیم الشان حفظ نظام از اوجب واجباته، از مقدمات حفظ این نظام در حقیقت حضورهای با شکوه مردمه، چه در مراسم راهپیمایی ها و چه در حضور پای صندوق های رأی. بر این اساس است که ما جزع فزع استکباری ها رو خوب میفهمیم. چرا این همه تلاش میکنند که فضای انتخابات رو سرد برگزار کنند؟ که البته نیش عقرب نه از ره کینه است. اونها اگر این تلاش رو نکنن ما شک میکنیم. تعجب از بازی خورده های حقیر اونهاست که یک بار تو انتخابات ریاست جمهوری دهم یک سیلی جانانه از مردم خوردند ولی باز هم دستبردار نیستند. همون نسخه های مرعوبانه مقلدانه غرب رو برای این مردم میپیچن و تو توهمشون این است که اگر بیانیه بدن تحریم میکنیم، نمیاییم، قهر میکنیم، یه چیزی میشه. با این شناختی که ما به فضل خدا از این مردم داریم، مردم ما ذره‌ای به این بیانیه‌های امریکایی بها نمیدن. این داخلی‌های حقیری که بیانیه میدن نمیاییم، قهر میکنیم، تحریم میکنیم، اینا همه شعاره. این شعارها هم گرادادنه که به خارجی‌ها بابا هوای ما را داشته باشید، این دلارها رو کم نکنید، ما را هم همچنان جزو اپوزیسیون ببینید، گوشه چشمی، عنایتی.
این بیانیه اینو دنبال میکنه و الا پشت صحنه فعالتر از دیگران فعالم، مثل روزه سیاسی تحسن مجلس ششم. روزه سیاسی میگفتن پشت دوربین دهنهاشون بسته بودن، اما پشت صحنه بیا و بخور بخورشون رو ببین. این اولا که شعاره، ثانیاً رفتار منافقان است. قرآن می‌فرماید این رفتار رفتار منافقانه که هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا. کمک اقتصادی به مسلمونا نکنید تا از اطراف پیامبر پراکنده بشه. یعنی این هدفی که اینها دارند که زدن عقبه مردمی نظام هست، 1400 سال پیش پیشینیانشون هم که منافقین مدینه بودن داشتن. آنچنان که اون روز اونها شکست خوردن، امروز هم اونها شکست خوردن. سه، این دعوت به عدم حضور ضدیت صریح با امام راحل عظیم الشأن. تو تمام بیانات امام دعوت به حضور هست و در وصیت نامه سیاسی الهی امام، وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور، چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه انتخابات خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشه. شما که این همه ظلم به امام کردید، پشت سر امام، پشت عکس امام سنگر گرفتید، این چنین جفا به امام میکنید. امام میگه حضور. نکته چهارم این که این تحریم پیشینه داره در تاریخ انقلاب. نهضت منحله به اصطلاح آزادی در سال 1363، دومین انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات رو اینها تحریم کردن برای اینکه نسل دوم و سوم انقلاب بدونند نهضت آزادی ها کیا هستن. من فرمایش امام رو که در تاریخ 20 بهمن سال 66 صادر شده در صحیفه امام که مؤسسه نشر آثار امام چاپ کرده، جلد 20 صفحه 481 و 482 براتون میخونم تا ببینید نهضت آزادی ها کیان. نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به امریکاست و در این باره از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حرب جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویل‌های جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است. نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود. این فرمایش امامه. خب این راهی را هم که آقایون دارن دنبال میکنن راه همین هاست. خب اما خروجی اینها چیه؟ عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خروجی این تحریمشون اینه که انشاءالله 12 اسفند ماه با شکوه ترین حضور را پای صندوقهای رأی خواهیم داشت.